مثبت 93 79 4 شماره آخر 87 83 یک سوالی کردن که شاید سوال بسیاری از خانواده ها، بسیاری از دغدغه مندان، پدر و مادران باشه که دوست داشتن یک شخصی جنس مخالف که منظورشون در این سوال هست آیا گناه داره یا خیر؟ خدمت شما ناصری بزرگوار و بینندگان عزیز باید عرض کنم که نفس دوست داشتن یک امر غیر اختیاریه، یعنی در اختیار من نیست که من کسی رو دوست داشته باشم یا کسی رو دوست نداشته باشم. مثل اینکه من از یک غذای خوشم میایه یا از یک غذای خوشم نمیایه. بنابراین خود نفس از این کار در اختیار انسان نیست. ولی اون چی که مهمه جناب ناصری عزیز ایست که برخی از مقدمات ممکنه امر چی باشه؟ حرام باشه. یعنی من با یک نگاه حرام و یک نگاه آلوده بذر عشق و محبت یک شخص در دل خودم چی کردم؟ کاشتم. پس نگاه اول حرام بوده، اما این دوست داشتنی که فعلا با وجود آمده خجله و از این دوست داشتنه نمی شود گرفت. اما نکته دیگه ایست که بعد از اینکه انسان یک شخصی جنس مخالف را دوست داشته، دوست می داره که در اختیار خودش هم نیست، اگرچه مقدماتش چی بوده؟ اختیاری بوده و ممکنه فعلی حرامی باشه، اما مؤخرات و او چیزی که به دنبالش با اون هم نباید ترتیب اثر بده. مثلا نمونهش ایست که شخص وقتی یک شخص را دوست داشته باشه اظهار عشق و علاقه و محبت میکنه. خب قطعا اظهار عشق و علاقه و محبت نسبت به یک نامحرم حرامه. بله. و از نظر شرعی جایز نیست. یا اگر قرار باشه خب نامه نوشته شوه یا دل نوشته برش نوشته شوه یا تغزل صورت بگیره، غزل بگویه، شعر بگویه در فراق از او، هیچ کدام از اینا دیگه جایز نیست. بنابراین میتونه ابتدای امر دوست داشتن از یک امر حرام شروع شود یا حتی از یک امر مثبت شروع شود، یک امر مباح شروع شود. یک نگاهی کرده بدون از اینکه قصد و غرضی داشته باشه، خلاص یک نگاهی کرده و محبت از او در دل از او افتاده. ولی ترتیب اثر دادن به اینا و به چیزایی که ما خدمتتون گفتیم قطعا اینا چیه؟ حرام است. بس بهترین راهی است که اگر یک عشق و محبتی به وجود آمد خب زمینه باشه برای ازدواج انسان و جمع شدن در زیر یک سقف و تشکیل کانون گرم خانواده باشه. بله. دیگه این دوستی های ممکنه در سرک و خیابان و این طرف و ای طرف و برای فعلا ممکنه در ذهن شما به وجود آمده باشه، در فضای مجازی این دوستی ها دوستی هایی نیست که ره به جایی برده شود، ممکنه سر از ناکجا آباد ما در بیاریم. باید خیلی نسبت به قضایا توجه داشته باشه و در فضای مجازی حضور حضرت حق همون رقم که در فضای حقیقی برای ما کاملا مسجل است، در فضای مجازی هم باید چی باشه؟ مسجل باشه و حضور حضرت حق و دوربین های مدار بسته حضرت حق باید اونجا هم توجه داشته باشه. بسیار تشکر. آسیب دیدگان زیادی در جامعه ها وجود دارند. بله. کسانی که از طریق این دوستی ها، دوستی هایی که شخص مقابل واقعا نمیشناختن، احساس میکردن که شاید همون شخصی است که دوست دارن و دوست دارن که زندگیش رو باشه آغاز کنن، ولی گاهی اوقات دچار مشکلات فراوانی شدن، پیسه خودشون از دست دادن، عمر خودشون رو تلف کردن و آبرو و عزت و برخی از اوقات برای خانما و دخترای ما گوهر عفت از اینا. بله. در اثر همین دوستی های ناباب و دوستی هایی که قید و شرایط شرعی و رعایت نمیشه برباد رفته و آبرو حیثیتشان رفته. بله. باز هم ذکر این نکته ضروری هست که همه ما متدین به دین اسلام هستیم و این دین مقدس اگر در چارچوب قوانین وضع شده آن حرکت کنیم ضرر نخواهیم کرد. قطعا اسلام. بله. و ادیان آسمانی برای خوشبختی و سعادت بشر آمده. خدای تبارک و تعالی خوب بخیل نیست، پیامبرش خوب بخیل نیست، ولی تمام اینا آمده در چارچوب رعایت شود که انسان به یک سرمنزل مقصودی برسه از دغدغه و استراب و گرفتاری و مشکلات دنیوی. بله. و اخروی نجات پیدا کنه.